خب میخواییم یک فرصتی برای سوال جواب بذاریم تا 6 میخوام تموم کنم، یک ساعت رو نمیرسیم. هر چه شما دوست دارید میخواییم سوال جواب کنیم، باقیشو بذاریم هفته دیگه. هفته دیگه یه جوری بحث ادامه اینه، چون سوال هفته دیگه این است که آیا اثر هنری ربطی به نسبت هنر با زندگی اجتماعی سیاسی چیست؟ بذاری همین تمومش کنیم، فعلا بحث هنریش رو شروع میکنیم، بعد سوال جواب وقت داریم. در ضمن دوست دارم گفت که کانت رو یادم رفت بگم، هفته پیش کانت مونده بود، اون رو یه جوری تو جلسات آینده جا میدم، اصلا در بحث کانت سر زیبایی بود. بذاریم دارم همین الان شاید بشین کاری. تو درس ششم میگه، درس ششم دو تا سوال داریم، دیالکتیک فرم و محتوا چیست و ارتباط رشته های هنری با هم چیست. تو اولیش میشه. خب حالا با همه این بحث‌های مقدماتی که کردم درباره مفهوم تاریخ، برداشت از تاریخ، نگاه تاریخی به در واقع زندگی انسان، می‌رسیم به بحث اصلی. سوال اول، آیا اثر هنری یه امر تاریخیه یا نه؟ همچون که اول صحبتم گفتم، بلافاصله پاسخ ما اینه که هست. عقلاً می‌بینیم اثر هنری محصول دوران، ولی باز همونطور که باز اول صحبت گفتم، من این سوال رو برای این مطرح میکنم که بتونیم دورورش همین مسائلی که تا حالا پیش کشیدیم و مسائلی که این نیمه دوم پیش میکشم رو بهش بیاندیشیم. به ندرت آدم ها اگر به خصوص دانشجوهای فلسفه نباشن یا به فلسفه علاقه نداشته باشن، اینجور سوال ها براشون مطرح میشه. معمولا این سوال ها برای آدم های مطرح میشه که اولا خیلی بیکار بشن و خیلی فکر کنن راجع به کاری که میخوان بکنن. عمدتا آدمایی که خودشون کار آفریننده نمیکنن و راجع به کار آفریننده دیگران فکر میکنن، کسانی هستند که تئوری هنر رو تکامل میدن. اولین سوالی که پیش میاد اگر بپذیریم که اثر هنری یه واقعیت تاریخی داره، این است که چجوری اون دوره بندی های تاریخی تو هنر کار میکنن. اولین فیلسوفی که تو غرب و اصولا در تاریخ فلسفه این سوال براش مطرح شد که من چجوری میتونم تولید هنری آدم ها رو دستبندی کنم یا دوره بندی کنم و مشخصه هاشون از هم جدا کنم و بگم این دوره از اون دوره با این تعین خاص جداست. هگل بود. پیشتر کسی زحمت این کار رو به خودش نداد. همچون که گفتم روشنگرها درباره این که همه پدیده های فرهنگی اجتماعی من جمله آثار هنری تاریخیان بحث کرده بودند. مقاله ای داریم از ولتر به طور خاص اصلا سر این، ولی به این که آیا میشه یه دوره بندی به اصطلاح جهانی از این به دست داد یا نه، یا اگرم نه جهانی یه دوره بندی های دیگری به دست داد، مثلا دوره بندی سبک ها، در اوایل قرن 19 هم کسی زیاد به این مسئله توجه نکرده بود. دوره بندی سبک‌ها خیلی ساده است. مثلا شما الان میتونید یه ترسیم تاریخی همینجوری فوری تو ذهنتون از فرض کنید تکامل هنر نقاشی بکنید. نقاشی قرن 19 هم چجوری از رئالیسم به سمبولیسم و امپرسیونیسم رسید، چجوری پست امپرسیونیسم ساخته شد. از تو دل اون چجوری سمبولیسم به یه شکل جدید پدید آمد. و دوره مدرنیسمش چه مکتبایی بودند، این مکتب‌ها رو اصلا جدا بکنید، بعد یواش یواش یاد می‌گیرید و خیلی هم آسون میشه براتون که یه پرده نقاشی رو توی یکی از این دوره‌ها جا بدید. به راحتی میتونید موقعی که نقاشی سزان رو ببینید اون رو بذارید توی دوره پست امپرسیونیسم و تعریفش بکنید. اینکه چقدر این کارها به درد می‌خوره بحث دومه که بعداً می‌تونیم بهش بپردازیم، ولی این کار عملی است. یعنی از نظر سبک شناسانه میشه دوره بندی یک هنر خاص رو به دست آورد، اما سوال هگل این نبود.
مسئله مورد نظر هگل این بودش که من چجوری میتونم کل تاریخ و هنر رو دسته‌بندی کنم، مثل اون تقسیم بندی که ویکو کرده بود از کل تاریخ بشر که براتون شرح دادن، اون چهار دوره ویکویی. آیا هگل میگفت آیا من میتونم چنین کاری با کل تاریخ هنر بکنم؟ یعنی بگم یک دوره از تاریخ فعالیت هنری انسان این مشخصه های مشترک رو با هم داشتن. این کارم به نظر اون ضروری میامد که باید انجام بده به خاطر کل فلسفهش. فلسفهش یه فلسفه تاریخی بود. تفاوت بزرگ هگل با فیلسوفای قبلیش مثلا کانت در این است که هگل همه چیز رو تاریخی بود. جهان یه واقعیت تاریخیه. ایده هایی که جهان رو میآفرینه، ایده های انسانی که جهان رو میآفرینه، واقعیت های تاریخیه. تاریخ بر اساس این ایده ها شکل میگیره. مجموع این ایده های روح دوران میسازه. روح دوران حاکم بر تمام پدیده های فرهنگی، فکری، فلسفی، مذهبی و غیره. هم از اونها شکل میگیره، هم به یه صورتی مقتدر میشه و اونا رو تعیین میکنه. همینجور که داره آروم آروم از نسل اول اون ها شکل میگیره، نسل‌های بعدی رو مطابق اینها پدید میاره و کل تحول تاریخ بشری رو میشه با تحول آگاهی انسانی که معمولا فردی نیست و این یه امر بزرگ هگل بود. تا زمان هگل ما تصور میکردیم که میتونیم سوژه فلسفی رو منتزه از تاریخ و منتزه از زندگی اجتماعی بشناسیم. همچون که یه بار دیگه براتون گفتم، دکارت موقعی که میرفت جلو آتیش میشه و یه موم دستش بود و راجع به خودش فکر میکرد و میگو من ببینم چجوری میتونم همه یه عناصری که روشون شک هست رو بزنم کنار و به یه امر یقینی برسم که روش شک نیست، خودشو به عنوان یه سوژه فراتاریخی میدید. یعنی میگفت که اگر من تو یونان هم بودم میتونستم این فکر رو بکنم، اگر تو ایران هم بودم میتونستم این فکر رو بکنم، اگر تو فرانسه قرن 17 بودم میتونستم این فکر رو بکنم. من یه سوژه‌ای هستم که هیچ تفاوتی نمیکنه کجام. انسان را اگر بشناسی فراتر از هر تاریخ شناختی. مثلا وقتی که شما تأمل‌های دکارت رو بخونی متوجه میشید که آروم آروم تمام مواردی که در شک داره رو میزنه کنار. مثلا میگه من درباره خیلی از مسائل فکر میکنم که اینجوری هستند، ولی ممکنه یک شیطان شریری، ممکنه یک نیروی شری من مجبور کرده که اینجوری فکر کنم. عقلا چنین چیزی رو نمیبینیم، یعنی یه شیطان شریری وارد سرمون نیست که ما رو مجبور به یه فکری بکنه، اما میتونیم متصورش بشیم. بنابراین میتونیم در مورد شک کنیم که اونچه که فکر میکنیم شاید واقعیت نداره، بلکه یک نیروی اونو اینجوری بر ما وانمود کرده. بنابراین اونو میذاریم کنار. همچون میریم کنار تا میرسیم به جایی که یه جایی میرسیم که هیچ شکی دیگه درش نداریم و اون اینه که داریم فکر میکنیم. همین که دارم فکر میکنم دیگه بر من یقین نیست. نمیتونم بگم که یک شیطان شریری منو وادار کرده که فکر کنم که دارم فکر میکنم. همین که دارم فکر میکنم که چنین شیطان شریری ممکنه وجود داشته باشه، یعنی مقدمه بر وجود این شیطان شریر من دارم به اون فکر میکنم. بنابراین فکر کردن من، چه ایرانی باشم، چه هندی باشم، چه فرانسوی باشم، چه این دوره تاریخ زندگی کنم، چه ته تاریخ زندگی کنم، چه اول تاریخ زندگی کنم، من یه انسانم که به اصالت انسان بودنم فکر میکنم، به ذات انسان بودنم فکر میکنم و چون فکر میکنم بنابراین هستم. همین که چیزی رو دارم فکر میکنم معنی هستم که فکر میکنم. پس یقینی ترین چیزی که بهش میرسم اینه، مابقی همه مورد تردیده هر چه در جهان هست. خب اینو دکارت میتونست فرض کنه که یه آدمی در هند باستان هم به این نتیجه برسه. اتفاقا در هند باستان اندیشه های شبیه این وجود داره، یعنی آدم های همون دوره تاریخ اینجوری فکر میکردن که تنها چیزی که برامون باقی میمونه اندیشیدنه. مابقی چیزایی که تو زندگی عمل میکنیم یا به سرمون میاد یا نتایج فکرمون میتونه توهم بشه، ولی اونی که توهم نیست خود فکر است. این چنین فکری یه سوژه فراتاریخی میسازه که همیشه هست، هر جای تاریخ میتونه باشه. انسان فلسفی تا زمان هگل یه موجود ترسناکی بود، یه سوژه بود که در برابر جهان که یه ابژه قرار میگیره و هیچ مهم نیست که اهل کجاست، هیچ مهم نیست جنسیتش چیه، هیچ مهم نیست شغلش چیه، هیچ مهم نیست گذشته‌اش چیه، اصلا اینا مطرح نیست. اون به عنوان یه موجود منتزه از همه اینا با گوهر انسانیش، یعنی اندیشیدن و در نتیجه وجود داشتن در برابر جهان هست و جهان رو میشناسه. یه هسته های از این فکر تا قرن 19 هم همینجور آمد. مثلا وقتی مارکس میگفت یه جهان بیرون داریم، یه انسان داریم، یه انسانی داریم که ابزار میسازه،
چیزایی رو از جهان بیرون میگیره و کمک اونا جهان بیرون رو عوض میکنه، هنوز حتی این فیلسوف بزرگ هم تو فکرش یه موجود منتزع وجود داشته، مثل جهان بیرون، مثل من، مثل ابزار. دقیقش کرده بود حرف هگل، ولی هنوز منتزع بود. البته اینا فورا براتون بگم که اولین فیلسوف بزرگی که هگل که دکارت رو به عنوان موجود منتزع رد کرده مارکس، حالا براتون شرح میدم. ولی اونی که اصل داستانه اینه که با هگل ما متوجه میشیم که آدم‌ها چون تاریخیان میاندیشن، چون متعلق به یه دوره تاریخی هستی، جور خاصی فکر میکنی و نمیتونی هم جور دیگه فکر کنی. ممکنه که در داخل این امکانات اندیشیدن این دوره تاریخی تو نوآور باشی یا شبیه همه فکر نکنی، ولی اون نوعی که فکر میکنی از زایتگایست، روح دوران ساخته میشه. روح دوران اجازه نمیده تو خیلی از اون فراتر بری. درچه از نظر هگل وقتی آدم ها میرفتن خرافات میساختن، اون چیزهایی که بیرون علمه، هگل اصلا این ترم خرافات رو به معنی که روشنگرهای فرانسوی به کار میبردن به کار نمیبرد. روشنگرهای فرانسوی خرافات معمولا با دین یکی میدونستن بیشترشون. حتی کسانی که به خدا اعتقاد داشتن هم در میون روشنگرهای فرانسوی موقعی که میرسیدن به تجلی دینیش، یعنی کاتولیسیزم و انواع دیگه تعابیر مسیحی، خرافات رو به کار میبردن. به نظرشون میامد هر وقت آدم جهان رو نمیشناسه شروع میکنه چرت و پرتایی دربارش میبافه، یه اباطیلی دربارش میبافه که اون اباطیل بیمنیه. مثل اینکه نمیتونی آتیش رو بشناسی یا جنس شعله آتیش رو تشخیص بدی، نمیتونی بفهمی جنس شعله آتیش چیه، بدن که نمیتونی اونو با سنگ متمایز کنی، نمیتونی با دست خودت متمایز کنی، به این روح شریر توش ایمان میاری فرض کنی. این برای روشنگرا بود، اما برای هگل خرافات اصلا این معنی مذهبی رو نمیده. خرافات همه اونایی بود که ما هنوز یه چشم‌اندازی از جهان رو داریم توش، یه تعریفایی از جهان رو داریم ولی علمی نیست، با تجربه‌های علمی به دست نیاوردیم. ممکنه هست درست باشه ولی ما هنوز اثباتش هم به طور علمی نداریم. در نتیجه ما در داخل زایتگاش، در داخل روح دوران می‌اندیشیم. حرف منطقیست. ماها محصول این جامعه، این جامعه با همه سنتاش و همه عقایدش و همه شرایط تاریخیش روی ما اثر گذاشت. در این حال از هزار رسانه به جهان هم وصلی، جهان دوران هم با همه اونا رو ما اثر گذاشته. ماها یعنی ما جوانای ایرونی، من و شما ما جوانای ایرونی همه هم محصول زایتگایست ایرونی هستیم. روح دورانی که بر ایران حکم میکنه، روح دوران فرهنگی که ما رو توی جامعه اسلامی بار آورده که با جهانم مرتبطیم، از اخبار جهانم با خبریم، به طریقهای مختلف و معمولا ممنوع مثل ویدئو، مثل ماهواره، مثل اینا از جهان مطلعیم و فرهنگ خودمونم با جهان تنظیم میکنیم، از جهانم بهره میبریم. یعنی حتی اگر از این موارد فرهنگی هم بهره نبریم، مثلا یه آدم خیلی فناتیکی باشیم که همه اصول دینیمون هم اجرا میکنیم و اصلا هم به جهان به نفرت نگاه میکنیم و فکر میکنیم اونا همه کافر و فسفت، ولی لباسی که میپوشیم از اونجا میاد، گوشتی که میخوریم از اونجا میاد و نحوهی که داریم با اینا روبرو میشیم هم از اونجا میاد. مثلا آقای احمدی نژاد دیگه لباده نمیپوشه، کت شلوار میپوشه. این یه شیوه لباس پوشیدن غربیه. حالا هزاری هم که دشمن غربی باشه کراوات نزنه ولی کتره میپوشه. حالا بیاد این اختراع کنه مثل آقای ولایتی یه چیزی اینجا بذاره که پیرن خاص خودش بشه، زایتگایست دوران، نمیتونه از اون فرار کنه، با اون باید راه بیاد. همدیگر هم قانع میکنن که اگر قرار است بریم یه کنفرانس خارجی بهتره که غذا رو هورت نکشیم، بهتره با دست غذا نخوریم، بهتره یاد بگیریم چجوری غذا بخوریم. در چه زایتگایست دوران با ریزترین موارد زندگی فرهنگی بر ما حکم میکنه، ما رو تعیین میکنه، زندگیمونو و آثار هنریمون، آثار فرهنگیمونو، چیزایی که میآفرینیم با اون روح دوران تعریف میشه. هگل میگه که اگر این روح دوران رو بتونیم دقیق بکنیم، دوره بندی ها رو میتونیم دقیق کنیم. دوره بندی که خودش میسازه اتفاقا با اون دوره بندی چهارگانه ویکو قرابت داره. مال هگل سه تاست. میگه کل تاریخ هنر بشر از سه مرحله رد شده. حالا شاید به نظر شما خیلی این حرفایی که هگل اینجا میزنه درست نیاد یا بچگونه به نظرتون بیاد، ولی دلیلی که داره میگه رو در نظر بگیرید. او داره برای اثبات اینکه هنر تاریخی است، بشر هم تاریخی است، هر نوع شناخت هم تاریخی است میکوشه، چون مجبور بوده که یه همچین دوره بندی‌ها رو تو بحثش پیش بکشه. ایده نوعی بوده، خیلی ایده تازه‌ای بوده،
در مقابل اون نحوه فکر کلاسیک فلسفه که سوژه رو غیر تاریخی میدید، حالا هگل داشته یه روح تاریخی به بحث میذاشته. دوره اولش رو اسمش رو میذاره دوره سمبولیک یا به فارسی نمادین. عالی ترین نمونهش معماری میبینه. هر سه دوره هم از رابطه شکل و محتوا بحث میکنه که من توی جلسه دیگه ای که اصلا قراره جلسه چهارم پنجم فکر کنم که درباره شکل و محتوا بحث کنیم باز به این میپردازم. میگه که هر شکلی که اثر هنری به خودش میگیره فراخور حرفی است که میخواد بزنه، نمیتونید اینا رو از هم جدا کنید. اون حرف، اون پیامی که به اصطلاح در اثر هنری هست که به جهان باید ارائه بشه، شکل خودش رو میسازه. ولی در این حال موقعی که شما به عنوان هنرمند با یه شکل سر و کار دارین و اول در پی آفرینش شکلین، مثل یه مجسمه ساز که اولین کاری که میکنه یه پیکری رو میخواد بنا به یه قواعدی بتراشه، پیامه رو هم یه کمی عوض میکنه با اون شکل. یعنی اینکه با شکلی که انتخاب میکنیم پیام متناسب میشه. میگه این تناسب و همخوانی بین اینها در دوره هنر نمادین خیلی دقیق نیست. چرا؟ و اینکه دوره هنر نمادین در واقع از نظر هگل دوره هنر مذهبی است، دوره هنر معنوی است. خودش مدام از لغت اسپریچوئل حرف میزنه، دوران معنویته، دورانی است که هنوز بشر خیلی از امور رو به نیروهای مافوق خودش محول کرده، خیلی چیزها رو نمیشناسه و فکر میکنه که اون نیرو یا آفریده یا این شکلی آفریده یا قواعد و قوانین تکاملش آفریده. و در نتیجه در این دوره ما نمیتونیم یک هماهنگی دقیق بین اون محتوای خیلی والای معنوی اثر هنری و دنیای شکلیش، شکلی که به خودش میگیره، قائل بشیم. شکل گاهی خیلی ساده به نظر میاد. مثالی که میزنه، میگه بهترین هنری که میتونه دوره فرهنگ نمادین و هنر نمادین رو معرفی بکنه معماریست و بناهای تاریخیست. عمدتاً وقتی شما بخونین، چون الان یه ترجمه فارسی هم شده زیبایی شناسی هگل هر چهار جلدش، ولی زیاد ترجمه خوبی نیست، ترجمه ایست نه زیاد مفهوم و نه زیاد دقیق، ولی به هر حال شده. میگه که یه خانومی به اسم زیبا جبلی فکر کنه اگه اشتباه نکنم ترجمه کرده، که قبلا هم پدیدارشناسی روح هگل ترجمه کرده، بعدش هم فلسفه تاریخ هگل ترجمه کرده و همش هم بد ترجمه. این مترجمای اصلی و با سوادمون مثل آقای فولادند و اینا فریادشون به هواست که این چرا همچی کرده اصلا چپس. یا دکتر عبادیان که خودش مقدمه خیلی مشهور هگل رو به زیبایی شناسی ترجمه کرده ایراد داره. میگه که در واقع در هنر معنوی شکل محتوا رو مرموز میکنه، ولی شکل ساده است. یک پرستشگاه، ها اینو داشتم میگفتم که بحثم عوض شد، مثال خیلی دقیقش مصر. شما اگر بخونید فصل مربوط به هنر نمادین رو، به یونان کاری نداره، بیشتر مصر براش مطرحه. مصر با همه ساختمونا و ابنیه که ازش باقی مونده که هندسی هست، مثل اهرام و دقت هندسی دارن، مثل مجسمه ها، مثل ابوالهول. در تمام اینا اندازه و هنر رعایت نسبت توی امور فضایی، توی اموری که تو فضا میسازی و یه بنا، یه ابنیه، یه ساختمون رو شکل میده، باعث میشه که شما از این دقت هندسی به محتوای کم اهمیتی برسید. شما وقتی اهرام رو میبینید، هم مقبره سلاطینه که زیرش مومیاییشون رو خوابوندن و هم توی این حالت هندسیش، یه فرم هندسی کمیاب در طبیعت، ولی فرم هندسی ناب، یه فرمی که در هندسه فیثاغورس به بعد بسیار محرد بحث تو هندسه فضایی خیلی اصلیه، ولی در طبیعت به ندرت میبینی مگر در برخی از سنگهای کانی، سنگهای معدنی. این فرم هندسی سبب میشه که آگاهی تو از معنویت این اثر محدود بشه، نتونی از اون به اون نیرویی برسی که جهان رو میسازه یا جهان رو رستگار میکنه. مثلا از کلیسای گوتیک، یا حالا هگل نمیگه ولی میتونیم مثال بزنیم، از مسجدهای کهن معماری ایرانی و اسلامی، شما فضای مقدس داره، اندازه ها طوری تنظیم شدن، فرم ها طوری رفتن، آجر ها طوری رو هم چیده شدن، احیانا نقش های روی گچ و احیانا کاشیکاری ها از یه قرنی به بعد طوری تنظیم شدن و رنگ ها چنان با هم همخوانی پیدا کردن که یه احساس معنوی به شما بده.
فاصله ها، نوری که میتابه، زاویه هایی که نور در روز تغییر میکنه و به جاهای مختلف میتابه، جاهایی که این نور روشن میکنه، از آثاری که در اینجا به عنوان آثار ندوزومن مذهبی ولی مرتبط به مذهب هستن، مثل ساعت های شنی، مثل ساعت های آفتابی که ساعت نماز خوندن یا ساعت دعا خوندن رو میده، یا شبکه های تو در تویی که از پشتش میشه اعتراف گرفت یا اعتراف کرد، همه اینا فرم هایی رو میده که شما به یه جهان مرموز، به یه جهانی که اینجا نیست ولی احساس میکنی وجود داره وصل میشی. نورهای کج مبرمی که از بالا میتابه تو رو به طرف یه جهان آسمانی معنوی میبره که در ساختمون های عادی اون نورها وجود نداره و اگر داشته باشه اینو نمیبره، مگه مابقی تناسب این مجموعه رعایت نشده و معمولا هم نبوده، یعنی اینا مختص هم اماکن مذهبی بوده تو قرون وسطا. به این ترتیب فضا یه فضاییه در قرون وسطا که از این هنر معنوی نمادین اول میاد بیرون. علت اینم که اصلا لغت سمبول رو براش به کار میبره این است که این نمادیست، نمادیست، سمبولیست بر چیزی، بر معنویتی که در جهان حاکمه، که وجود داره، هست، تعیین کننده است و حالا ما در ساختن این فرمای هندسی داریم به اون حالی میکنیم که ما هیچ راه دیگری نداشتیم که با تو ارتباط بگیریم. در واقع امر مقدسی در جهان وجود داره که چون راه ارتباط باش بسته است، ما اونو در فرمهای بسته، در فرمهای محدودی که در طبیعت هم چندان تکرار نمیشن سازمان میده. این مثلا در قواعد معماری و نقش و نگار اسلامی، به خاطر اینکه نمیتونست انسان نگار باشه، به خاطر اینکه نمیتونست چون بت فرض میشد نمیشد انسان رو کشید، در اندازه های هندسی، در فرمای هندسی، در شکل های پدید میامد مثل کاشیکاری های معروف که توی اونها این حس رو به آدم میده که چون نمیتونستم هیچ راه دیگه به تو برسم، از یه نظم یاد میکنم که اون نظم به تو برسه، یه نظم تکراری. مثلا تو این کاشیکاری های فرض کنید مسجد شیخ لطف‌الله که یه بار دیگه براتون مثال زدم به دلیل دیگه ای، شما با یه تکرار دائمی یه فرم روبرویید، بست پیدا میکنه ولی فرم مدام تکرار میشه. تو این تکرار مکرر این فرم، مثل موسیقی باخ، تو این تکرار مکرر شما یه جوری خودتو میسپری، مثل تکرار مکرر یه درویش، یه موسیقی درویشی، تو این تکرار مکرر تو یه جوری بی‌حس میشه، یه جوری آگاهیت سست میشه. خب درست اینو هگل بهش میگه هنر نمادی، جایی که آگاهی یعنی حرفی که باید این اثر بزنه کم رنگ میشه، ولی فرمه با وجود سادگیش معنی‌های دیگری رو میرسونه، چون به جهان خاکی وصل نیست، به جهان آسمانی وصله، بچه معناهایی رو میرسونه که هیچ جور دیگه هم نمیتونی بیان کنی، حسی رو بهت میده که جای دیگه بهت دست نمیده، مثل حسی که شما میرین توی مثلا یه مکان مقدس و احساس میکنید که روح خداوند، یه روح مقدسی اونجا هست و این حس رو وقتی میرین تو خیابون یا تو میدون کنارش دیگه نداری. خب هگل به این حالت در یه دوره تاریخ بشری که قبل از یونانه و تمام تمدن‌های کهنه به عنوان هنر سمبولیک، هنر معنوی، هنری که یه محتوایی رو میآفرینه حرف می‌زنه. تأثیر این حرف هگل روی هایدگر زیاد می‌بینید. هایدگر مثلا یه مثال می‌زنه از یه پرستشگاه یونانی، مال هایدگر یونانی، که این پرستشگاه باقی مونده. خب شما اگه به یونان سفر کنین از اینا زیاد می‌بینید. همون تو خود آتن تپه بالاش یه پرستشگاه بزرگ هست که مدتی هم مجلس آتن بوده و توی خود کشور هم هر جاش که برید کنار دریا از این معبدهای قدیمی که در دوره یونانی ها ساخته شده با ستونای یونانی، با معماری مشهور یونانی زیاد می‌بینید. تعدادش خیلی زیاده، حتی تو کوهستانا خیلی بالا، جاهایی که فکر کردن معبدهای دلفت هست اونجا هم شما این پرستشگاه های یونانی رو می‌بینید و خیلی هم خوب نگرش داشتن. حالا شانسی در طول تاریخ با وجود که یونان مورد حمله ترکا بوده و اینا باقی مونده، چون اونا معمولا همه چی رو از بین می‌بردن و در دوره معاصر هم خیلی خوب نگرش داشتن. خب شما به اینجاها که میبین هایدگر میگه که شما احساسی دارین، درست اینجا هایدگر حرف هگل رو تکرار میکنه، کاملا هم آشکاره که هگلیه بحثش، میگه احساسی رو دارید که هگل ازش اسم هگل نمیبره، احساسی رو دارین که اون حس مذهبی معنوی از یه امر مقدسیه که اینجا رو ترک کرده که دیگه نیست. شما یه جا
جایی رو میرید که او دیگه رفته. تفاوتش با مثلا بحث هگل اینه که هگل میگه شما در ابنیه مصری با خود خدا سر کار داشتید، اما در پرستشگاه بازمونده یونانی ها شما با یک ابنیه خالی، با یک فرم خیلی زیبایی که با وجود سادگیش قرار بوده یه محتوایی رو پنهان کنه رو بروید، که چون یارو رفته دیگه اصلا اینو ترک کرده و وجود نداره در دنیای مدرن، چیزی نیست. اما در اینه های حسی به شما میده، چون میدونین زمانی اونجا بوده، چون میدونین یه موقعی اون توی این فضا گردش میکرده و یه ارتباطی با انسانها داشته. این اون دوره اول بحثه. دوره دومی که ازش یاد میکنه دوره کلاسیکه. لغتش دقیق نیست. ما معمولا در تاریخ هنر بعدی دوره کلاسیک خیلی برای اون معنی روشنی داره. قرن 18. وقتی میگیم دوره کلاسیک نقاشی، وقتی میگیم دوره کلاسیک موسیقی، مثلا هایدن و موزارت و بتوون. ولی برای هگل اصلا این نیست. دوره کلاسیک که اسم میذاره دوره یونانه. اونجا شما دوره خیلی مهمش به نظرش رومه. در واقع تمام بازمونده های رومه. هنر مهمش دیگه معماری نیست. هنر مهمش پیکرسازیه، مجسمه‌سازیه، تندیس ساختن. اونجا شما یک تعادل کامل بین شکل و محتوا دارید. تنها دوره تاریخ هنره که شما یه شکلی میآفرینید که با اون چی که میخواهد بگوید میخواند. اگر قرار است مجسمه یک آدم شجاع بسازین، شکل شجاعت رو به شما میده. اگر قرار مجسمه زیبایی بده، زیبایی رو به شما میده و فراتاریخی است. برای همیشه ونوس خوشگله. هرچه ما دوره های متفاوت تاریخ بشر رو بگذاریم، حتی مثال هگل نیست، او از مجسمه های دیگه یاد میکنه، ولی من از یه مورد خیلی مشهور بحث میکنم. موقعی که ونوس میلو کشف شد در قرن 19 هم از زیبایی شیرت کردن. موقعی که آوردن تو لوور گذاشتن از زیبایی شیرت کردن. موقعی که جنگ اول تموم شد از زیبایی شیرت کردن. شما الان برین اونجا ببینین از زیبایی شیرت میکنین، نه چون اون زیباست، چون تصمیم داریم زیبا باشه. شما قبول کردیم این ونوس خوشگله، این ونوس برهنه ای که یک سینه‌اش معلومه، یه دستش کنده شده و این صورت داره، به نظر همه ما به این دلیل خوشگل میاد که فکر میکنیم خوشگل. قبول کردیم هممون خوشگل. ما هممون درباره ژوکونت هم نظر نیستیم. آیا به نظر شما تابلوی خیلی مشهور داوینچی ژوکونت زن زیباییه؟ به نظر من نیست. به نظر یکی هست. ولی در مورد ونوس توافق نظر وجود داره. هگل این توافق نظر رو از تعادل بین شکل و محتوا در واقع به دست داریم. یه مجسمه های رومی و سلفش مجسمه های یونانی این تعادل شکل و محتوا رو داشتن. اون چه که میخواستن بگند و با شکل میگفتن به بهترین حالت و در نتیجه برای همیشه باقی میمونن. یه منش فراتاریخی پیدا میکنن. هر دوره بشری به نظر کامل میاد، یا زیبا، یا شجاع، یا با فضیلت، یا غیره. هیچ رفتی هم دیگه به نماد اشاره نداره. اگر ما یه زمانی در تاریخ معنویت رو از راه هندسه، شکلای هندسی، اهرام مصر میساختیم، اینجا بازسازی میکنیم. اینجا عینشو میسازیم. تقلید ارسطویی میکنیم. اونچه که هست به یک بار حالا با اندازه های بزرگتر یا کوچکتر میآفریم. و در نتیجه تو مجسمه های بازمونده، نمونه‌ای که هگل خیلی ازش یاد میکنه فیدیاس، مجسمه ساز بزرگ دوره باستان، که استاد ساختن عضلات و در نتیجه با دقت به عضلات بشری توانایی نداشت که از مرمر داره تقریبا میکلانج. هگل اونو ادامه میده و میاد به دوره رنسانس و میگه در دوره رنسانس توی مجسمه سازی دوره رنسانس این بازآفرینی میشه به صورت کامل. آشکارا مقصودش میکلانج بوده، یعنی بزرگترین مجسمه ساز دورانش، و اون رو به عنوان این دوره دوم، دوره کلاسیک، یاد. بعد دوره سوم رو بسیمش میذاره رومانتیک. باز هیچ رفتی به اون چه که ما میشناسیم نداره. برای ما رومانتیسیزم یه مکتبیست در اوائل قرن 19، اواخر قرن 18 و در واقع در دهه های اول قرن 19 هم پدید میاد با مشخصات خودش. تأکید بر حس و عاطفه و هیجان بشری، دور شدن از نیروی عقلانی، تکیه کردن به نیروهای طبیعی، اهمیت پیدا کردن چشم‌اندازهای ماورای طبیعی، اون چیزایی که در طبیعت هست ولی شما رو میبره تو فکر اینکه یه چیز روحی درش ساکنه، ویرانه‌هایی که تو نقاشی‌های مثلا کاسپار دیوید فردریش می‌بینید و تو موسیقی و تو هنرهای دیگه. اصلا این منظور هگل نیست. اصلا وقتی میگه رمانتیک مقصودش این نیست. میگه هنر رمانتیک هنر دوران در واقع رنسانس به بعد
که به مجسمه سازی رنسانس بر نمیگرده، بلکه به نقاشی رنسانس برمیگرده. در این دوره اصلا نیست که حس و هیجان برمیگرده، دوباره همون فاصله بین فرم و محتوا براش مهمه. ما مثل دوره اول دوباره به امر مقدس میرسیم، دوباره میخوایم محتوای مقدس رو بیان بکنیم، ولی از شکل دوره دوم استفاده میکنیم. شکل دوره دوم که شبیه کاری بود، که شبیه سازی عضلات بود، که شبیه سازی توی سنگ از روی بشر بود، ما اینو میاریم پرسپکتیو جدیدی. به جای آیکونایی که عمق نداشتن و یک ساعتی بودند در دوره قرون وسطا، نقاشی مدرن عمق پیدا میکنه، نقاشی مدرن پرسپکتیو سه بعدی پیدا میکنه. یاد میگیرن که یاد میگیرن چون چیز سختی نبود که قبلا بلد نباشن. روح دوران بهشون میگه که این جهان رو ترسیم کنه. بحث هگل اینجا متوقف میشه، ولی شما میتونید راحت این بحث رو این شکلی بحث بدید. دوره مدرن، دوره مدرنیته است، دوره رنسانس به بعدی، دوره خرد عقله، دوره خرد علمیه، دوره حاکمیت عقل انسانه، دوره از بین رفتن نیروهای استعلاییه، دوره کمرنگ شدن دینه، دوره ایست که بالاخره منجر میشه به اون که نیچه بگه ما خدا رو کشتیم و تمومش کردیم. دوره سکولاریته است، دوره لایسیسیزمه. در این دوره آدم ها برای اینکه به امر مقدس برسن یک جا براشون میمونه، هنر. در این دوره اینا هیچ جای دیگه نمیتونن تمایلات مذهبیشون و غریزه دینیشون هر چیزی که اسمشو بذاریم برآورده کنن. کلیسا احترامش کم شد، داره قدرتشو، قدرت زمینیشو از دست میده. قدرت زمینی دوباره از آن سزار، از آن حکومت‌های زمینی شد. قوانین داره از رو عقل میاد، از رو زندگی زمینی میاد. طبقه متوسط داره رشد میکنه، زندگی شهرنشینی پدید آمده، خرافات همراه همه اونا کم رنگ شده، شیوه اندیشه عقلی محکم شده. بچه آدم جایی که براش باقی میمونه کلیسا نیست، جایی که براش باقی میمونه هنره. برای همین نقاشی دوره رنسانس به بعد به جایی که مثل مجسمش به یونان کهن برگرده، به اسطوره های مسیحی برمیگرده. اسطوره های مسیحی که در دوره قرون وسطا همه آیکونا رو پر کرده بوده. حالا نقاش های رنسانس تا دلتون بخواد مریم مقدس میکشن، مسیح متولد شده میکشن، پیغمبرهای دیگر میکشن، داستان های مختلف تورات و انجیل رو ترسیم میکنن، مسیح رو در شهرهای مختلفی به جای اورشلیم به دار میکشن، مسیح تو فلورانس به دار کشیده شده و قواعد خودش رو پیدا میکنه. توی همه اونا تقریبا تمامشون مریم مقدس جوونه. موقعی که مسیح رو کشتن مریم مقدس سنی داشت، حالا ما دقیق نمیدونیم، من که انجیل سنش رو تعیین نمیکنه، ولی خب وقتی که مسیح کشته شد بنا به قرائن 36 تا 39 سالش بود. مریم وقتی اون از خدا حامله شد مثلا 17 سالش بود، 20 سالش بود. بنابراین باید زنی بود به نسبت بخشن دنیای باستان مصر، نسبت حالا نه، مگه نسبت حالا ماها یعنی کسانی که داریم از 60 میگذاریم تازه دوره میانسالیمون شروع میشه. اون دوره، دوره رنسانس، زن 50 ساله پیرزن بود دیگه، ترسیمش هم ترسیم یک پیرزن بود. پیرزن کشی هم در نقاشی های دوره رنسانس زیاد هست، اما مریم مقدس همه جا جوون، هیچ جا عمر ازش نگذاشته. بعدها موقعی که شما فیلم روسلینی رو ببینید، مسیح موعود، مریم مقدس توش جوونه. تنها فیلمی که از زندگی مسیح ساختن که مریم مقدس چهره جوون داره تا آخر فیلم، یعنی جایی که مسیحو میکشنم مریم به صورت همون دختر جوون زیبایی میاد که از اول فیلم باهاش آشنا شدید. مگه تو نقاشی‌های رنسانس اینجوری؟ اما مثلا برای مارکسیستی مثل پازولینی وقتی که فیلم انجیل به روایت متا رو میسازه، مریم پیره پیره دیگه. دیدین فیلمو حتما، یکی از زیباترین فیلم‌های پازولینیه و صحنه‌ای که مسیحو میکشن یکی از قشنگ‌ترین صحنه‌های تاریخ سینماست و مسیحش یک انقلابی زمینیه. موقعی که دارن دستشو میخ میزنن به صلیب فریاد درد میکشه، در حالی که این صدا اصلا تو رنسانس پژواکی نداشت، نعره میکشه و اینکه مثل آدمی وقتی میخ میزنن به دستش دردش میکشه، یا وقتی میکشنش اون بالا زنجیر انسانه میکشه، یا مسیح مریم پیره یا غیره، در حالی که توی مسیح موعود روسلینی مریم همچنان یک زن جوون خیلی زیبایی تا آخر فیلم مونه، مثل نقاشی رنسانس. اگه نتیجه میگیره که ما از شبیه کشی دوره دوم، معنویت دوره اول، هنر نقاشی رو پدید آوردیم، نقاشی با پرسپکتیو. و اینکه هگل معتقده که هنر آیکون نقاشی نیست، یه هنر دیگه است که حق داره، یعنی اگر این نقاشی سون نیست، اگر اون این نیست، ما یه اسم عام به همه اینا میدیم.
ولی با واقعیت وقتی این دوره بندی های هگلی رو دقت کنیم، این کمک رو به ما میکنه که بتونیم دقیق کنیم، یعنی قبول نکنیم که آیکون ها نقاشیان. حتی گاهی اوقات تو یه بنا یا تو یه محلی که نقاشی های قدیم مونده، شما شیوه های متفاوت تاریخی مختلف میبینید. شما هم نقاشی شبیه کشی تو چلسوتون دارین، هم مینیاتور، هر دو تا رو حتی تو یه تصویر دارین، اون تصویر جنگ نادرشاه که بعد از صفوی ها کشیدن که به ضلع شرقی موزه چلسوتونه که جنگ نادرشاه، هر دو رو دارین، یعنی یه قارقاتی شدن تاریخی دارین، همه ترفندهای هنری رو هنرمند و چه بسا چند هنرمند، میشه حتی چند نفر این رو کشیدن. من هیچ وقت از دوست نازنینم آیدین که خدای این کاره نپرسیدم، ولی تصور میکنم چند تا نقاشن، نه یکی، یعنی هر کدوم یه قسمت هاشو پدید آوردن. خب به این ترتیب ما با هنر رمانتیک که اون میگه نقاشی مثال عالیشه، ولی اینو میاره تو موسیقی هم به بحث میذاره از طریق شعر، اول شعر رو به بحث میذاره بعد موسیقی رو، بعدم با دانش وسیعی که داشته جهانیش میکنه، چون دوره مدرنه از همه چی مثال میاره. مثلا شما تو زیبایی شناسی هگل راجع فردوسی هم میخونه، وقتی داره بحث میکنه سوادش حیرت انگیز بوده، چه برای اون دوران چه برای الان، درچه اون امکان عظیم داشت که این فرهنگ بشری رو تا اونجایی که قرن 19 هم اول قرن 19 هم دستاورد شناسایی جهان گذشته رو داشت به کار بگیره و تئوریزش کنه و این رو بسازه. نکته دیگه ای که میگه که توی این دوره بندی های هنری خیلی مهمه و اونم خیلی ما رو به فکر میبره، کنسپت مرگ هنره. میگه که ما این سه دوره رو میگذرونیم و میرسیم به جهان کنونی. توی این جهان دیگه هنر فونکسیون نداره، هنر از بین رفته، دیگه هنر مرده. و این کنسپت مرگ هنر هگل از زمانی که هگل نوشته تا الان همینجور به بحث گذاشته شده. در نگاه اول مزخرف گفت، به راحتی میشه گفت شما کافیه که یه فیلم برنسون رو ببینید مزخرف گفت. آدمی در اوایل قرن 19 هم برای ما تصمیم گرفته که در قرن 19 هم و 20 هم دیگه هنر وجود نداره. خب ما این همه آثار هنری داریم، این همه مکتب ها داریم، اصلا یه جوری شده که ما تقریبا میشه گفت انقدر قرن بیستومی با هنر بار آمدیم که هنر قرن بیستوم برای اون تنها هنره. ما بقیه حالا خوبن، مثلا اگر شما برید پاریس عشقتون اینه که موزه هنرهای معاصر برید، بعد برید موزه اوکسپ امپرسیونیست رو ببینید، اگه وقت کردین لوور هم برید اون قبرستان قدیمی رو از تابلوهای عهد بوق ببینید. نگاه آدم امروزی حتی درست ضد هگله، یعنی هنر هرچی امروزی تره هنره، هرچی ویدیو آرت تره سینما، هرچی بیشتر نزدیک در رسانه است سینما چیز هنره، و اون چه که برمیگرده به گذشته فقط یه لذت استتیک که بحث کردن در باره هنرهای عهد بوخه از نظر آدم جوان امروزی. و چه به نظر میاد حرف هگل اینجا بیمعنی، اما حرفشو با اون سه دوره اگه به سنجی بیمعنی نیست. او معتقده که خیلی شبیه حرف هایدگر درباره اون معبدی که خدا ترکش کرده، خدایان ترکش کردن، معتقده که خب اگر ما واقعا در یک دوره ای زندگی میکنیم که عنصر مقدس وجود نداره، ولو اینکه این عنصر مقدس ته تاریخ پیداش بشه، فعلا وجود نداره، دوره مدرن، دوره مدرنیته، دوره حاکمیت عقل و علم و غیره، در نتیجه هنر دیگه پیامی نداره به شما بده، حرفی نداره بزنه. و اینکه اون دوره های دقت کنید تو هر سه دورهش یه جوری امر مقدس هست، امر مقدس تو هنر اول هست تو شکل میاد ولی نمیتونه بیان شه، امر مقدس تو دوره دوم هست بیان میشه، امر مقدس تو دوره سوم هست به کمک دوره دوم شکل میگیره، ولی در جهانی که دیگه امر مقدسی وجود نداره، در جهانی که آدم ها اصلا بهش نمیاندیشن، جمله معروف هگل تو کتاب استتیک اینه، دیگر تابلوی مریم مقدسی نیست که ما در مقابل تقدس اون زانو بزنیم، این تابلو فقط اثر هنریه. الان دانشجوها میرن جلوش از نظر هگل ها و حتما الان دانشجوهای هنر میرن جلوش و شروع میکنن به درس گرفتن از شیوه کشیدنش. یه تابلوی مریم مقدس رافائل ها مثلا رنگاشو تجزیه تحلیل میکنن، اندازه هاشو میگیرن، شبیهشو میکشن، تو دوره های بعدی که هگل ندیده عکسشو میگیرن، احیانا فیلمشو میگیرن، تو دوره های بعدی توریستا میرن جلوش، مثلا اگر شما برین لوف جلوی جوکونت اصلا نمیشه وقت تابلو رو دید، ولی جلو شاهکارهای بزرگ دیگه تاریخ هنر اصلا خالیه، برای اینکه این یه دونه اثره که خیلی مشهوره و هر ذهن غیر فرهیخته‌ای هم میخواد اونو دیده باشه از نزدیک.
و هر جور شده یه میلیون ژاپنی سعی میکنن ازش عکس بگیرن. منتها آثار خیلی بزرگی که اصلا باور نکردنی تو تاریخ هنر مهمه، توی راهرو همینجور خالی افتادن و کسی حتی نگاهش هم نمی‌کنه تا زودتر برسه به اونجایی که باید. این تبلیغات، این نحوه نگاه بگیم سنوب، این کیچ امروزی هم که یه جوری تو بحث هگل هست کار میکنه. هنر فونکسیون اصلیش رو از دست داده. در واقع هگل اینه. حالا شما امر مقدس رو بردارید بیارید به چیز دیگری تعبیر کنید. هنر اون رو از دست داده. شما توی اون توالت فرنگی مارسل دوشان پیامی به جهان نمیبینی. مگر اینکه اون به عنوان تابلوی راهنمای توالت به دیواری آویزون. وگرنه شما از اون هیچ پیامی نمیگیرید که چه میخواهد با زندگی من بکنن. هر حالتی که داشته باشی، مثانت پر باشه، خالی باشه، هر چی باشه، این تابلو برای تو پیامی نداره. این تابلو به هیچ چیزی ارجاع نمیشه. دلالتی به چیزی بیرون خودش نداره. دالیه بدون محتوا، دالیه بدون دلالت، دالیه بدون مدلول. همشون اینجوری میشن. کاندینسکی دالیست بدون مدلول. همشون به یه جایی میرن که در خود وجود دارن، نه ارجاع به جهان. برای هگل که هنر ارجاع به جهان یا مهمتر و امر مقدسه، دیگه هنر وجود نداره. هنر به جایی رسیده که ما دیگه تقدس ازش گرفتیم و خالی شده. این بحث خیلی شبیه بحث والتر بنیامین. والتر بنیامین معتقده که فیلسوف مارکسیست قرن بیستمی و بسیار بزرگ، معتقده که اثر هنری یه زمانی تجلی داشت، یه زمانی حاله ای از تقدس دورش بود. بنیامین اونو به تک بودنش استناد میده. خیلی هم استواره بر هگل این بحثش، یعنی حتی میگه دو سه جا، میگه دو سه بار به فارسی ترجمه شده. یه بار من ترجمه کردم ولی نه از آلمانی، یه بار امید مهرگان ترجمه کرده از آلمانی، بالاخره دو سه ترجمه ازش هست، دو بار دیگه هم فکر کنم شده، مجموعه سه یا چهار بار. اسمش از اثر هنری در دوره تکثیر مکانیکی آن. توی این متن بنیامین میگه که مشخصه اثر هنری تک بودنش بود. شما برای اینکه یک تابلوی نقاشی رو ببینین هیچ راهی نداشتین جز اینکه راه سفر در پیش بگیرین برین جایی که هست. شما اگر می‌خواستین چوب تو رو ببینین بایستی می‌رفتید به کلیسایی که توش نقاشی شده. اگر می‌خواستید فلان تابلوی نقاشی رو ببینین یا به قصری که توش بود یا به موزه‌ای که توش بود باید می‌رفتید و می‌دیدید. و اگر نمی‌تونستید برید دیگه ندیدید. شما باز تولید اون رو، یعنی شبیه کشیش رو بلافاصله تشخیص میدادین با کمی تخصص که باز تولید. مثل برق میفهمند که این عصب جعلیست. هرچی هم حتی آیدین هم بکشه میفهمند که این جعلیست. این اون چیزی نیست که خود تابلوه. شما با این مورد یکه رو بروین. اون موقع ابزار شنیدن موسیقی نبود. چنانکه یه بازی هم گفتم شما می‌خواستین یه قطعه سمفونی به طور بشنوین باید ثبت می‌کردین تا این یه جای اجراش، هیچ راهی نداشت. و اگر اون یه جای شهری بود 400 کیلومتر دورتر باید می‌رفتید اونجا. اثر هنری از شما دور بود، با فاصله بود، در دسترس نبود. چون یه چیزی بود متعلق به آدم پولدار که اگر اونو می‌فروخت به کسی و می‌رسید به یه موزه‌ای شما می‌دید. اینجوری نبود که هر جوونی این رو روی تیشرت داشته باشه. اینجوری نبود که هر کدوم باسمه چاپیشو تو اتاقمون داشته باشه. اینجوری نبود که برامون حضور داشته باشه تو زندگیمون مدام، از طریق نشریات، از طریق تلویزیون، از طریق تبلیغات. اینجوری نبود که همه اینا هی بیان به ما هجوم بیارن. ما برای دیدن این امر مقدس یکه باید زحمت می‌کشیدیم. او با یه فاصله ای از ما وجود داشت. وقتی این فاصله رو طی می‌کردیم و بهش می‌رسیدیم دسترس پذیر نمی‌شد. همواره یک چیزی بود دور از ما. به خاطر رسانه‌ای که از طریق اون به ما ارائه می‌شد. از ما دور بود. این دور بودنش روی تقدس می‌داد. هنر مدرن اینو از بین برده. تعبیر جدید هنر با تکثر هنر اینو از بین برده. الان با پیدا شدن دیسک‌های لیزری و صفحه‌های 33 رو اینا موسیقی اینو از دست داد. با پیدا شدن صنعت چاپ و هی بهتر شدن این صنعت تا حد خیره کننده این میشه گفت پیشرفت این صنعت، تقدس از تابلوهای نقاشی از بین رفته. الان میان مجسمه های معروفی که مثلا تو موزه های بزرگ دنیا تو بریتیش میوزیوم یا مثلا لوور یا آرمیتاژ هست رو میسازن و میفروشن در تو، حتی به اندازه های طبیعیش. و شما اینو میبرید خونتون، شما میتونین سر نفرتیتی رو روی میزتون بذاریم موقع کار و گاهی هم تماشاش بکنید. اینجوری نیست که برای دیدن اون رو مجبور باشید برید لوف.
همه اینا وارد زندگی هر روزتون شده، در نتیجه تجلیش از دست داد. بنیامین اینو به هنرهای سینما و تصویر برمیگردونه، با پیدایش نقاشی، حکاکی، به خصوص با پیدایش سینما شما به یه جایی رسیدین که هنر تکثیر مکانیکی میشه. در آن واحد در تمام پایتخت‌های دنیا میشه یه فیلم تارکوفسکی رو دید، میشه یه فیلم جان فورد رو دید. همواره وجود دارن همراهتون. حتی بنیامین اون موقع دیگه نرسیده بود عمرش، چون 1939 خودکشی کرد و نرسید که بعدی رو ببینه، یعنی پیدایش ویدیو رو ببینه و حالا پیدایش دیویدی رو. حالا دیگه جورایی دیگه شده. حالا تو بحث رسانه که یه جلسه راجبش صحبت میکنم، راجب این تاثیرگذاری های رسانه بر فهم هنری ما هم صحبت میکنم که باز به بنیامین از این جهت اشاره میکنم. اما اونی که بنیامین میگه اینه، هنر اون تجلیش از دست داده. خیلی هگلیه، میگه اون امر مقدسش از دست داده و تبدیل شده به چیزی در دسترس ما، و چون چیزی در دسترس ماست به ما به زندگی هر روزمون درس میده، نه به امور معنوی. یه زمانی هنر به امور معنویمون درس میده. یه نوع از دور بندی تاریخ هنره. نوع دیگری که میتونیم ادامه این رو بگیریم، چون تأثیر بزرگ هگل تو قرن 19 هم این بود که دیگه همه شاخه هگلی فکر فلسفی که به خصوص در اولای قرن، یعنی از 1820 تا 1850 خیلی قوی بود در آلمان و در خیلی از کشورهای دیگه، توی انگلیس تا 1900 سنتش باقی مونده بود. یعنی تقریبا تمام فیلسوفای نیمه دوم قرن 19 هم انگلیس هگلی بودن. فلسفه تحلیلی با راسل و کارناف و وایتس یک انقلابی علیه هگل بود. اصلا می‌خواستن هگل از فضای فلسفی خارج کنن که کردن، تا بتونن در انگلیس از شر این فیلسوف آلمانی خلاص بشن. خب هگل یک غولی بود که اول قرن پیدا شد و تمام قرن رو، در واقع قرن 19 رو در بر گرفت. نمیتونستی بهش بی‌تفاوت باشی. حتی پیدایش علم جدید، پوزیتیویسم و فلسفه‌های علمی در قرن 19 هم مانع از این نشد که هگل کم رنگ بشه. بود گرایش های ضد هگلی در میون پوزیتیویست ها، ولی فقط در زمینه فلسفه علم کار کرد، وگرنه در زمین های دیگه و به طور خاص فلسفه هنر هگل پیغمبر مطلق الانان قرن 19 هم. و در زمینه این که به ما بفهمونه که باید تاریخی ببینیم و آدم تاریخیه، هگل پیغمبر اصلی بوده و چه تأثیر عظیمی بر مارکس گذاشت. مارکس دوره بندیش با هگل فرق داره. دیگه دوره بندی تاریخ عقاید نیست، دیگه دوره بندی ایده ها نیست، دوره بندی شیوه های تولیده. آدم ها با ابزار تولید چجوری برخورد میکنن، چقدر روش کنترل دارن، آیا دارن یا ندارن، کدوم طبقه اجتماعی داره و اون طبقه چگونه از این بهره میبره و چی میآفرینه و اون چگونه توی پروسه توزیع اجتماعی در دسترس مردم قرار میگیره. تولید کالاها، تولید ثروت و شکل تولید اون دوره بندی رو میسازه. درچه دوره بندی تاریخی برای مارکس برخلاف اون که شاگرداش، مخصوصا استالین، اگر اصلا بشه لفظ شاگرد رو در مورد اون با مارکس به کار برد، بر این اعتقاد بودن که مارکس یک همچین تصویر ابلهانه ای رو از تاریخ داده. یه دوره کمونیسم اولیه داشتیم که همه ابزار تولید مال همه بود. یه دوره بردهداری داشتیم که یه برده ها رو استخدام کردن و در نتیجه نیروی کار بردهداران رو به کار می‌گرفتن و تا حدودی کشاورزی اصل بود و این نیروی کار عمدتاً روی زمین کار می‌کرد. یک دوره فئودالیته داشتیم که صاحبان زمین‌های بزرگ پیدا شدن که روستایی‌های بی‌چیز و فقیر رو به خدمت می‌گرفتن، بهشون امنیت میدادن، بهشون زندگی بخورنمیر میدادن، ولی محصول کشاورزی در اختیار اونا قرار میگرفت و از طریق این لندلورد ها و زمیندارهای بزرگ قدرت سیاسی سلطنتی شکل میگیره. یه دوره سرمایه‌داری داشتیم که تو شهرها صنعت‌ها شکل میگیره، مانوفاکتورهای اولیه شکل میگیره، یه طبقه شبیه اون لندلورد ها حالا صاحب این ابزار تولید سرمایه‌ای، ابزار تولید صنعتی، اینا رو در اختیار دارن. آدمایی که اینا رو در اختیار ندارن هیچی ندارن جز نیروی کارشون، میارن اون تو میفروشن به اینا خیلی ارزون، به ارزون ترین قیمت ممکن برای اینا کار میکنن، ثروت اون تو رو تولید میکنن، چیزی ازش نمیگیرن، اون چی که اون تو اضافه بر مزد اونا میمونه مال سرمایه‌دار است به صورت سود. دو سیکل بعدی اقتصادی به کار گرفته میشه و زندگی همینجوری پیش میره، تا جایی که این پایینیا بفهمن که خیلی وضعشون خرابه، یا فقر زیاد یا آگاهی طبقاتیشون یا هر دلیلی اونا رو به حرکت در میاره، تو این حرکت بزنن اون ابزار تولید رو ملی کنن. با ملی کردن اون ابزار تولید دوباره یه دوره کمونیستی شروع میشه که تای تاریخه. بنابراین تاریخ یه
کمونیسم اولیه است، این مراحله و این آخری. این تصویر خیلی میگم ابلهانه و بچگانه از این ساده گرایانه، اقلا بگیم از این تقسیم بندی، دوره استالین خیلی کامل شد و اصلا شد درسنامه ماتریالیسم تاریخی. توی مارکس این تصویر رو نمیده، نوشتای مارکس اینو نمیده، یعنی اقلا تاریخ رو به این 4-5 دوره تقسیم نکرده، بلکه وجوه متفاوت تولید تو کشورهای مختلف به بحث گذاشته. از بچه تولید آسیایی حرف زده، از یه بچه تولید جرمنی حرف زده که لزوما فئودالیسم اروپایی نیست، انواع سرمایه‌داری رو با تمام روبناهای فرهنگی و غیرش به بحث گذاشته و این شکل نیست. در نتیجه نمیشه به مارکس یه چنین نسبتی داد که چنین چیزی رو در مورد تاریخ فرهنگ، تاریخ عقاید، تاریخ اندیشه ها و تاریخ هنر هم پیش برده. همچی کاری هیچ وقت نکرده. اما یه حکم داده که اون حکم اصلیشه، که شاید یه کلیدی هم برای دوره بندی تاریخیش بشه. ولی اگه برای دوره بندی تاریخی هم نشه، برای اینکه بفهمید مارکس در تاریخ چی فکر می‌کرد خیلی مهم. مارکس نظرش این بود: یک، آدم‌ها مثل زایدگایست هگل در داخل یه جبر بزرگ زایده میشن. اون جبر بزرگ، اون روح دوران که دیگه مارکس این اصطلاحو به کار نمیبره، وجه تولید قالب جامعه است. وقتی اون تو زایده میشن، اون تو به دنیا میان و اون تو بار میان، هر مقامی که داشته باشن، سرمایه‌دار باشن یا پرولتر باشن، کارگر باشن یا کارگر زمین باشن، طبقه متوسط شهری باشن یا خورده بورژوای شهری و مغازه‌دارای کوچیک باشن، خورده فروش باشن، دست فروش باشن، هر چی باشن، اینا وقتی داخل این فضای بزرگی، فضای تولیدی عظیمی که توش متولد شدن میاد، آگاهیشون از این بیشتر نمیره، خیلی از این بیشتر نمیره، میزان آزادیشون رو این جبر بزرگی که توش متولد شدن تعیین میکنه. توی 18 رومیر میگه که آدم ها آزادن تاریخشون رو بسازن، اما در داخل دایره‌ای که تاریخ براشون تعیین میکنه، امکاناتشون اونجایی تعیین میشه که اون تاریخ بهشون اجازه میده بتونن بسازن. اینو همراه کنیم با یه جمله دوم و مهمتر مارکس، یه اصل خیلی مهم روانشناسیش، که میگه که حقایق اصلا زاده تولید مادی هست، نه برعکس. آدم ها چون به این نتیجه میرسن که اگر من این تغییر رو در تولید بدم خیلی پولدار میشم، تغییر در تولید نمیدن. این تصویر اولیه که به خاطر هوش بعضی از سرمایه‌دارا سرمایه‌داری رشد میکنه ابلهانه است. مورد درست برعکسه. آگاهی آدم‌ها زاده امکانات مادی است که هست. آگاهی از تو دل تولید مادی شکل می‌گیره. تولید مادی دست آخر در تحلیل نهایی اون رانه اصلی تاریخ، اون انگیزه اصلی تاریخ که آدم‌ها بتونن جاهای خودشون رو تعیین بکنن و این آگاهیشون رو تحقق ببخشن. من جمله اثر هنری. بنابراین آثار هنری به شکلی به دوره‌بندی‌های زندگی تولیدی انسان برمی‌گردن. اگر یک دوره‌بندی تولیدی باشه که در اون نیروهای تولیدی رشد نکنن، بلکه نیروهای تخریب شده باشن، نیروهای ویرانی شده باشن، هنری هم که آفریده میشه هنر تخریب و زوال، هنر عقب افتادگی است، هنر پس افتادن. اگر دوره رشد و ترقی باشه، هنری که میاد دوره رشد و ترقیه. یه همچی تصویر ساده گرایانه از برخی از نوشته‌های مارکس به دست میاد، اما مارکس اینو به صراحت نگفت که لزوماً وقتی شما در دوره زوال زندگی میکنی، هنر هم در حال زوال. برعکس، همونطور که اول صحبت هم گفتن، در مورد گرونتریسه و مقدمه گرونتریسه جمله میگه که بحث ما اصلا از اون شروع شد، که چگونه است که یونانیان در اول تاریخ، در کودکی بشر، آثاری رو پدید آوردن که هنوز برای ما بهترین آثارن و با ما حرف میزنن و از دوران خودمون برامون حرف میزنن. خب کسی که این جمله رو گفته حتما شما تصویر بچگانه نداشته دیگه. کسی که میره به این فکر که چرا آنتیگونه یا چرا فلان مجسمه یا چرا فلان معبد با من صحبت میکنه، حتی چرا ارسطو با من صحبت میکنه، حتما چنین آدمی نمیگه که صحبت کردن محدود در دوره‌بندی تاریخیه و مال اونه. برعکس، ظاهرا چنین فکر میکنه که هنر فراتر از تاریخه. هنر این امکانو داره که از یه دوره خیلی عقب تاریخی برای یه دوره خیلی پیشرفته‌تر تاریخی هم سخن بگه و حرف بزنه. مثل زبان، زبان در دوره‌های مختلف تاریخی تکامل پیدا می‌کنه، اما خیلی اصلا عوض نمیشه. ما تقریبا فردوسی رو می‌خونیم می‌فهمیم، ما ایرانی‌ها. زبان فارسی از زمان فردوسی 1100 سال پیش تا حالا اونقدر تغییر نکرده که ما احتیاجی به کتاب لغت داشته باشیم. به ندرت لغت‌های توش هست که نفهمیم. به ندرت زبان فردوسی برای ما قابل فهم نیست، قابل فهمه. ولی یه انگلیسی الان چاوسر رو بدون کمک دیکشنری نمی‌تونه بخونه. یه فرانسوی رابلا رو بدون کمک دیکشنری نمیتونه بخونه، اما یه ایرانی میتونه بخونه. زبان‌ها گاهی فراتاریخی هست.
با تکامل های تاریخی خوانا نیستن. مگر اینکه شما ادعا کنید که ایران اصلا تکامل تاریخی نداشت، شاید هم بتونید ثابتش ولی اونی که اصل داستانه اینه که به غیر از ایران زبان های دیگه هم این حالت رو دارن. عربی خیلی زبان ها هستن، حالا شاید بگه عرب هم نداشت، خیلی از زبان ها هستن که این امکانات فراتاریخی و هنر هم از نظر مارکس ظاهرن اقلا منباب سوال، این سوال پیش میاره و سوال مهمی هم هست که چگونه است که ما در یه دوره های عقب افتاده از نظر تولید، از نظر شکل تولید، یه دستاوردهای بزرگ فرهنگی هنری داریم که در دوره های پیشرفته شبیهش رو نداریم و باز نیازمند اون دستاوردها میشیم. نکته دیگه‌ای که تو آثار مارکس خیلی مهمه اینه، آثار مارکس درباره هنر خیلی مفصل نیست، البته نسبت به آثار دیگه اش، یعنی نسبت به خیلی های دیگه باز یه حجم عظیم داره، مثلا این چیزی نیست که 1000 صفحه است، ولی در مقایسه با کارهای دیگه اش تو زمینه‌های دیگه کارش نه سیستماتیکه، هرگز می‌خواست دو بار تو زندگیش دورخیز کرد که درباره زیبایی شناسی کتاب بنویسه، ولی هرگز ننوشت و از نامه‌هاش عمدتاً و مقاله‌های پراکنده‌اش و اشاراتی که در کتاب‌های مهمش کرده ما تصور کلی از زیبایی شناسیش به دست میاریم، می‌فهمیم که برای مارکس این چنان که گفتم مسئله خیلی بچگانه و ساده گرایانه نبود که بعد استالینیست ها علم کردند، اونقدر احمقانه نبود که هنر برمیگردد به تولید، یه چیزی پیچیده تر برای مارکس مطرح بود و این تو خیلی از نوشته هاش به چشم میاد. اما در این حال یک ایده در مورد هنر به خصوص تو دو سه دهه آخر زندگیش پدید میاد که خیلی راهنما میشه برای مارکسیست های قرن 20 به خصوص عقب افتاده هاش تو روسیه و اون دسته، و اون این است که مارکس به شدت از رئالیسم دفاع میکنه و در مقابل هنر رئالیستی هر هنر دیگه رو هنر منحط ارزیابی میکنه. این اصطلاح به کار میبره متاسفانه، اگر اصطلاح چند بار به کار نمیبرد ما میتونستیم بگیم که دیگران این اصطلاح خودشون اختراع کردن، ولی به نظر میاد که برای مارکس تحولات هنری دورانش چندان در دسترس نبوده، چندان بهش توجه نداشته. مثلا موقعی که مارکس در سال 1864-67 کاپیتال رو منتشر میکنه، واگنر اپراهای بزرگش رو در بایروت میبره صحنه، مارکس هیچ اشاره‌ای به اون نداره، انگلس داره، انگلس پیوت داره اما مارکس نداره. مارکس موقعی که کمون پاریس اتفاق میفته 10 سال پیشش بودلر شعر گفته بوده، رمبو شعر گفته بوده، مالارمه شعر گفته بوده، فلوبر رمانش رو منتشر کرده بوده، اولین نسل امپرسیونیست‌ها نقاشی‌هاشون رو کشیده بودن، دومین نسل مشغول کار بوده که خب البته اون خیلی نمیشه انتظار داشت از هیچ کس، و اینکه اون آثار خیلی محدود و خیلی بسته بودن، نمیتونستن نمایشگاه بذارن، نمیتونستن بفروشنش، کسی نمیخرید، هیچ کی از وان گوگ تمام عمرش تابلو نخرید، در نتیجه اونا قابل بخششه که یه متفکری که در لندن زندگی میکنه با این هنر روبرو نشه، اما دیگه قابل بخشش نیست که بودلر رو نشناسه. مگه هر روشنفکر دوران، هر آدم بزرگ دوران، هر آدم بزرگ دوران تو اروپا با بودلر آشنا بوده، بودلر برای تولستوی آشنا بوده تو روسیه، چجوری ممکنه که برای آدمی که این همه توجه داشته به تاریخ فرهنگی به خصوص فرانسه که توش زندگی هم کرده بوده، زبونش هم به طور کامل بلد بوده، فقر فلسفه رو اصلا به فرانسه نوشته بود، چجوری این بی‌اعتنایی نسبت به هنر مدرن دورانش رو داشت؟ و اساساً این نگاه خیلی کهنه‌گرا که هنر میبایستی بیان رئالیستی وضعیت رقتبار زندگی طبقات تهیدست و کارگری باشه، این از کجا تو کلش آمده؟ هنر پروپاگاندیست، هنری که میخواهد از یک وضعیتی خبر بدهد که وضعیت بدیست و میشه عوضش کرد، نطفش توی آثار آخر مارکس هست، تو نامه هاش هست، تو آثاری که ستایش میکرد هست، آثاری که به دیگران ستایش میکرد بخونه، ولی به طور عمده واقعیتش اینه، اینا برمیگشت به زندگی سیاسیش، ولی وقتی اون مارکس بزرگ می نوشت، اون مارکسی که نبوغش ماها رو متحیر می کنه، اون کلاسیک بود، اون از شکسپیر نقل قول می آورد، نزدیک ترین آدمی که دیگه نقل قول می آورد گوته بود، از گوته این بدتر دیگه نمی آمد، یعنی مأخذ فکریش آثار بزرگ کلاسیک بشری بود، یه آدم قرن 19 بود که برایش فرهنگ بشری در آستانه قرن 19 به عظمتش دست پیدا کرده بود و تموم شده. میگم آخرینی که ازش در صحت حرفای خودش میاره گوته است، وگرنه دانته پره، شکسپیر از همه بیشتره، دربارش گفتن که تمام نمایش‌ها رو حفظ بوده،
تمام نمایشا رو به زبان انگلیسی هست و هر وقت لازم میشد میتونست برای بقیه اشاره خرج کنه بخونه. دخترش نوشته که هر شب یه تیکه‌ای رو برام میخونه، برای ماها میخونه و ما میخونه. و به این ترتیب به نظر میاد یک نابغه کلاسیسیست بوده، یعنی یه آدمی بوده که برایش هنر زمان دور بوده. هنر موجود بهتر بوده به درد طبقه کارگر بخوره که بهتر مبارزه کنه بیاد سر کار. این ظاهرا تصویری بود که از مارکس میاد. دوره بندی تاریخی نمیکنه، هیچ جا در آثارش تاریخ و هنر رو دوره بندی نمیکنه و این یه عظمت فکرشه. این کاری که نمیکنه خیلی بزرگه، چون شما الان که به بحثای هگل توجه میکنید، تصحیح بر هایدگر گفتم، بر والتر بنیامین گفتم، بر اندیشمندان قرن بیستم میشه بازم پیدا کرد، بر همین کسایی که الان مینویسن، مخصوصا بر دریدا که فوت کرده خیلی زیاد میشه تاثیرش رو پیدا کرد. اما این اما مهمه، اما خود اون دوره بندی ها نقه، یعنی همچی که من براتون تعریف میکنم از ذهن یک فیلسوفی میاد که خیلی به امر مقدس فکر میکنه، چیزی که تقریبا فلسفه الان بهش فکر نمیکنه، و اون چیزی که براش مطرحه و دوره بندی تاریخی رو میسازه تعمیم امر مقدس به چیزهای دیگه، و اونم خیلی امر درستی نیست. یعنی یه ساختمونی رو ساخته که پایه‌هاش لنگ میخوره. من که اصلا دوره بندی تاریخ و هنر خیلی میلنگه. شما حالا یه لحظه با من هم نظرشین رو فکر کنید، چه نیازی به این کارا هست؟ ما میتونیم آثار هنری دوران گذشته رو ببینیم بدون زایتگایست، بدون روح بزرگ دوران، با روش‌های دوران که کشیده میشدن، ساخته میشدن، نوشته میشدن. چه ضرری به همون میخوره؟ چی کم میاریم؟ مثلا شما آثار نقاشی دوره رنسانس رو میبینید، اگر فقط مجذوب محتواش بشید، مجذوب پیام‌های داستانیش بشید که از کتاب مقدس آمده و اینها، اینو ما نسبت میدیم به روش بیان دوران رنسانس. موضوعایی رو که انتخاب میکردیم بود، آیا همیشه این بود؟ به هیچ وجه. آیا ورمیر این بوده؟ آیا رامبران این بوده؟ نقاشی شمال اروپا خیلی به ندرت میرفت سر اون چیزای مذهبی، حتی وقتی هم که میرفت اونا رو زمینه میکرد. تابلوی معروف تسلیب، صلیب زدن مسیح رامبران رو که ببینید خیلی زمینی تره تا همه نقاشی های اروپای لاتین. ورمیر از ساعت ساز میساخت، از خدمتکار خونش میساخت، از همسرش میساخت، از مغازه دار میساخت، از تصویرهای طبیعی روبروش، دیوارهای جلوش توی دیوار دلف میساخت و اینا تابلوهای بزرگ هست، شاید بزرگترین دستاوردهای هنر نقاشی هست. اگر تازه دوران نه، هنر نقاشی معنی عام میکردن. شما با رامبران میتونید مطمئن باشید مثل باخ با بزرگترین روبروی این دیگه و اصلا مذهبی نبود. وقتی هگل میرسه به شمال اروپا، جایی که به خودش نزدیک بود چون خودش از فرهنگ جرمن آمده بود، اونا رو هم میشناخت، ساکت درباره اونا، هگل میره سراغ اروپای لاتین، میره سراغ ایتالیا به طور خاص و رنسانس ایتالیا رو خیلی به بحث میذاره، چون سلیقه‌اش اونوری بوده، چون دیدش هم اونوری بوده، چون از اون امر مقدس و از این پس پلاها خوشش میومد. ولی وقتی میرسیده به جایی که هنر با اینا سر و کار نداشته، شمال اروپا، دنیای زمینی، دنیای پروتستان ها، دنیای دین زمینی شده، هگل که خودش هم پروتستان بوده در اون مورد حرف نمیزنه. و اینکه اگر دوره بندیش خیلی دینی میشه، کار سخت میشه. مارکس متوجه میشه که این کارا رو نباید بکنه، خیلی ساده، با نبوغش، با نبوغ دوهای خیره کننده فلسفیش میفهمه که از این اشتباه ها نباید بکنه. وظیفش دوره بندی تاریخ نیست. کاشکی اون رساله درباره زیبایی شناسی رو دست کم آفلاین چه نوشته بود، ما میفهمیدیم چی کار میخواست بکنه، چون فقط تو نامه هاش پوز داده که همچی کاری میخوام بکنم، اینجا نکرد. خب الان ما نمیتونیم ادعا کنیم، ولی هیچی ازش در دست نیست به طرف دوره بندی تاریخ. به نظر من میاد دوره بندی تاریخی هنر بی‌معنیه. راست راستش اونی که هست آثار هنریست که با سبک بیان دورانشون منطبق میشن، یا نوآور و متحولن نسبت به اون سبک بیان، یا منجمدن، یا اون سبک بیان رو دائما بازسازی میکنن. اگر میخواهید نوآوری هنری رو جوری کشف بکنید که به یه دوره بندی تاریخی به طور تقریبی برسید، مجبورید از خود دیسکور هنری بیاید بیرون، این دیسکور رو به دیسکورهای دیگه وصل کنید. مثلا ایران مدرن شد، انقلاب مشروطه شد، عقاید نو آمد، این عقاید نو همه چیزش با هم رسید. بزرگان اول مشروطه لیبرال بودن، از روسو نقل قول میکردند، از جان لاک مینوشتند، کتابای اونا رو میخوندند، مونتسکیو خیلی مهم بود،
و خود انقلاب مشروطه که میلیون ها آدم و توده ها وارد تاریخ شدن، عقاید سوسیالیستی آمد. کارگرای ایرانی تو باکو، تو بادکوبه کار کردن، حزبی شدن، سوسیال دموکرات شدن، حزب عدالت رو ساختن، فعالیت کردن. شمال ایران سوویت تشکیل شد. برادر نیما یوشیچ یک کمونیست بود که رفت روسیه، استالین کشتش، لاتبون اگه درست اسمش یادم باشه، که رفت روسیه اصلا ناپدید شد توی داستان تصفیه های استالین و اساسا یک آدم فعال کمونیست بود. و نیما تو یک فضای انقلابی بعد از مشروطه بار آمد. این تحول اجتماعی بدون شک بر این آدم حساس با این برادری که داشت، با زندگی شهری که وقتی تهران آمد باهاش روبرو شد، با آدم هایی که زبان فرانسه بهش یاد دادن، با نظام وفا که کهنه‌گرا بود اما بهش فرانسه یاد میداد، با مدرسه آلیانسی که رفت زبان رو خوند و مالارم خوند، تبدیل شد به یه شاعری که دیگه نمیتونست مثل ملک و شعرهای بهار شعر بگه. حرفایی داشت که دیگه نمیشد مثل عهد بوق شعر بگه. در چه شعر رو متعبر کرد، در چه زبان شکست، در چه کار تازه‌ای کرد. این تازگی رو شما میتونید به تکامل اجتماعی هم مرتبط کنید. از یه بر میتونیم بگیم که خود شعر فارسی به چه بنبست هایی برخورده بود. شاعرها احساس میکردن که میبایستی نو بگن، ولی فکر نو اینه که لغت های فرنگی وارد شعرشون کنن یا ابزار جدید تکنولوژیک وارد شعرشون کنن، تیاره وارد شعر بشه، یعنی کارخونه ابزارش وارد شعر بشه تو لاهوتی. ولی نیما از راهی آمد که راه خیلی معقول تری بود. به جای اینکه مفاهیم نو رو وارد شعرش کنه، خود شعر رو نو کرد، شیوه بیان شاعرانه رو نو کرد. این شیوه بیان شاعرانه نو محصول تاریخ بود. از این طریق ما میتونیم با مارکس یه پل بزنیم، یعنی متوجه بشیم که تحول اجتماعی چگونه همراه خودش تحول سبک‌ها رو میاره. اما نبایستی که از این فوراً یه نتیجه مکانیکی بگیریم. خطری که تو این هست تو باید حتما گوشزد کرد. خیلی خطرناکه که شما از هر تحول اجتماعی یه تحول هنری رو نتیجه بگیرین، یا هر وقت یه تحول هنری رو دیدین زود ببرین سرتی بخواین پیدا کنین که تحول اجتماعیش چی بود. گاهی نیست، گاهی پیدا نمیشه، گاهی نوابقی پیدا میشن که انقدر نوآوری میکنن در دورانی که هیچ جوری نمیتونید اینو پیدا بکنید. و این تو نقاشی خیلی اتفاق افتاده. در دوران ثبات و آرامش، حتی تو 200 سال آرامش رام رام پیدا میشه. گاهی اوقات هم اینه میتونید به یه تحولات فوری تاریخی وصل کنید. اگر بخواید به تحولات وسیع‌تر تاریخی وصل کنید، باید یه فلسفه تاریخ داشته باشید، یه تئوری تاریخی داشته باشید که ما فاقدمونه، به خصوص حالا که رسیدیم آخر قرن 20 اول قرن 21 و دوره پسامدرن و بحثایی که به تدریج بهشون وارد میشیم. شما خواهید دید که دیگه نمیشه از این چیزا حرف زد. ابر روایته که در قسمت اول گفتم اگه داشتیم میشد، ولی چون ابر روایت دیگه وجود نداره و تقدس نداره و اهمیت نداره، ما با ریز ریز روایت ها روبرویم. آثار هنری رو هم ریز ریز میبینیم و توی اونه که درک میکنیم که چگونه میاد. به علاوه ما خیلی از شرایط رو میبینیم که شرایط به طرف نوآوری است، اما هنر کهنه میشه. زندگی روس‌ها اول قرن 20 عوض شد. حالا چه بلایی سرشون اومد، گولاگ همه اینا بود، ولی زندگیشون عوض شد. تزار دیگه وجود نداشت. شیوه تولید عوض شد. تمام کشور به اون عظمت، یه پنجم کره زمین، شیوه تولیدشون عوض شد، شیوه زندگیشون عوض شد. هنرشون پیش نرفت. اگرم رفت تو اون جزیره‌های تک تکی بود که رسمی نبود، مثل بولگاکو، مثل شاستاکوویچ. اونجایی که هنر رسمی بود فاسد بود، هنر رئالیستی سوسیالیستی بود. یعنی اونجاهایی که هنر به صورت رسمی خواست با این تحول بخونه، هنر بسیار کهنه‌گرای در و داغونی هم. یادم نیست براتون گفتم یا نه، یه نقاشی معروف هست خیلی مهمه از دهه 50 دوره استالین، از آخرین سالهای زندگی استالین، که یه کالخوزی رو نشون میده رئالیستی سوسیالیستی کشیده شده. کارگرای کشاورزی دارن کار میکنن، تراکتورها مشغول کارن، باد خوبی میوزه، همه خوشحالن، همه مشغول خندن، چون میدونی هنر رئالیستی سوسیالیستی همه باید میخندن، هیچ هنریش توش نیست که نخندن، همه نیششون باز، همه دارن میخندن، خوشبختن، تولید وسیعه، تمام اون منطقه در حول کاور رو تولیدن و شبیه رومانای شلوخوف اقتصاد کشاورزی کالخوزی روسیه برای جهان الگوه. همین نقاشی رو یک نقاش جوونی در 5-6 سال پیش کشیده. همون مزرعه است، اون تراکتور درب داغون یه گوشه افتاده، دهخانا مشغول عشق بازی و خلبازی و مشنگ بازی دهخانی هست،
همه چی واقعی تره، آدم ها اخته هاشون، بیماری های جنسیشون، چیزی نگاهشون به دنیا که از روسته های عقب افتاده میان داره کار میکنه و خیلی دنیای رئالیستی تریه. تو این نقاشی که خیلی هم شادتره و اینکه غریزه توش کار میکنه، خلبازی انسانی هم توش هست، هدف ساختن سوسیالیسم و تاریخ و اینا هم ازش حذف شده. وقتی این دو تا تابلو رو با هم میبینید متوجه میشید که بله دورهای تاریخی کار میکنن، منتها خیلی میرن تو استیل بیان هنر. این تاریخ خیلی هنری میشه که کار میکنه. یه نکته دیگه که در قرن 19 بعد از مارکس چی شد؟ خسته شدین نه؟ خب بحثو با این تموم میکنم. این نکته آخر باز طبق معمول یه تیکش میمونه که نوشتن تاریخ هنری، چون یه بحث دیگه کلی جداگانه است که چه موقعی شروع شد درباره تاریخ هنر بنویسن و تاریخ‌های هنر متفاوتی که داریم چیه. آخرین نکته‌ای که میشه اینجا این بحثو باش تموم کرد، نگاه نیچه است به یه نوع دوره بندی. در واقع تاریخی نیست به معنی کلاسیکی کلمه، به این معنی تاریخی است که از یونان حرف میزنه. فقط همین مثالش یونانیه، یونان باستان. ولی به این معنی تاریخی نیست که اینو تعمیم نمیده به هیچ جا، یعنی نمیخواد ازش یه نتایج برای همه تاریخ بگیره. اونچه که اون میگه اینه که ما میتونیم آثار هنری رو به دو دسته تقسیم کنیم، نه دوره بندی تاریخی، دو دسته متفاوت. یک دسته تابع عقلن، خلاصش بخوام یه کمی ساده و شاید بولگرش هم بکنن، آثار هنری هستند که بر مبنای موازین عقلانی ساخته میشن، یعنی قاعده مندن، با سبک دوران میخونن، پیام‌های بزرگ بزرگ دارن که به آدم‌های دیگه بدن، اهداف پداگوژیک دارن، اهداف آموزشی دارن، آثار بزرگی هستن که نمونه میشن برای بقیه که بعدها هر وقت خواستن یه پیامی شبیه این بدن به اون رجوع کنن، هر وقت خواستن آدم‌ها رو عوض کنن به اون رجوع کنن. این نوع رو بهش میگه آپولونی، نوعیش که درش خدای عقل حاکمه، نوعیش که هنر به اصطلاح ما متعهد، هنری که پیام داره، هنری که عمیقه، هنری که فلسفی است، هنری که داره آدم‌ها رو عوض می‌کنه و هنرمند تعهدی داره نسبت به عوض کردن آدم‌ها با اون سر و کار. دسته دومی که می‌سازه، البته این تعبیرهای آخر که من گفتم تو نیچه نیستا، شما زایش تراژدی رو بخونید این تعهد و هنر و اینا لغتا بر نیچه اصلا به کار نرفته، تفسیری که میشه از این هنر آپولونی کرد. هنری عقلانی خلاصش بر مبنای نیروی بخردانه شکل میگیره و در نتیجه همه این عوارض رو داره، یعنی میشه آموزشش داد، میشه آدم ها رو بچه هست که در غیرو تعهد داره و غیرو. در مقابلش یه هنر دیگه داریم که از دیونیزوس میاد که خدای شراب و خوشی و شنگولیه. این هنر خلخلنگه، مشنگه. این هنر خیلی عمیق و فلسفی و پیروه نمیدونم فلسفه خیلی بزرگی نیست. این هنر قرار نیستش که عقلی برش حکومت بکنه که اون عقل به دیگران منتقل بشه. این هنر هنری است که برای شادمانی، برای آرامش آدم، برای بیان موقعیت و گاهی اوقات برای عصبی کردنه و گاهی اوقات برای عصبانی کردنه و برای تحریک غرایزه و برای تصور از آزادی و برای عوض کردن تصور از آزادی ساخته میشه. این هنر خطابش خیلی فردی تره، خود تو رو عوض کنه. خود هنر، هنر اولی نه، اثر هنری ابزاری که تو با اون آدمای دیگر عوض کنی. هنر اولی از تو یه پیغمبر می‌سازه. هنر مثل یه خداییه که به تو یه پیامی میده، این پیامو به دیگران منتقل می‌کنی، آگاهشون می‌کنی، می‌فرستیشون بهش یا جهنم و بیشتر جهنم. هنر دوم هنری است که خودش این نقش خدایی و پیغمبری رو با تو به عهده می‌گیره. اگر یادتون باشه یه بار مثال زدم بین دو تا اثر بزرگ تاریخ هنر سینما در بعد از پیدایشش، یکی لومیر، یکی ملیاس. هنر لومیر یه هنر آپولونیه. لومیر یه آدمیه که میخواد واقعیت دنیای بیرون رو ثبت بکنه. میره دم کارخونه، خروج کارگرای خسته رو از کارخونه ثبت میکنه، ایدئولوژی پشتشه. هیچ جا رو نمیره، کارخونه میره. آخر قرن 19 بعد از رمان‌های زولا، تو اوج سوسیالیسم، وقتی ژان ژورس هست، او هم دوربینشو برمی‌داره، میره دم کارخونه و از طبقه آینده جامعه که خسته و مرده داره میاد بیرون تصویر میده. با این تصویرش میخواد به دیگران بگه متوجه این طبقه باشید، این طبقه خواهد آمد، این طبقه بد زندگی میکنه و عوض خواهد کرد و یه پیامی رو داره به بقیه میفرسته. حالا با ماش که اون پیام تعبیر و تفسیر کنه، میتونیم بگیم که حتی پیام به حاکماش که مواظب این پدر سوخته باشید که دارن خسته میان بیرون، میتونیم بگیم همراهی با این طبقه انقلابی است، میتونیم هر اسمی روش بذاریم.
او داره زندگی واقعی دنیای بیرون رو چنان میسازه که آدما توهم واقعیت بهشون دست بده، قطارش که وارد ایستگاه میشه همه از سالن سینما فرار کنن. یه داستانی است که من نمیدونم واقعیه یا نه، ولی خیلی تو تاریخ سینما تکرار میشه که اولین دوره‌ای که قطار معروف وارد ایستگاه لاسیوتا شد توی فیلم صامت لومیر، مردم انقدر ترسیدن که این قطار الان میاد روشون که فرار کردن رفتن تو خیابون. درحالی شما الان فیلم صامت با متد فیلم صامت که میبینید خب هیچ تصوری از واقعیت تقریبا براتون نمیده، همون موقع میدون. هنر دوم هنر ملیشه که اصلا شعبده باز بود، که اصلا هنر شعبده بازی بود. پیش از اینکه وارد سینما بشه مشغول دلغک بازی و شعبده بازی و خل بازی بود. خل بازی هم تو تمام آثارش هست. آدم ها دیوونن، اتفاق ها بیمنطقه، اصلا قرار واقعیتی ساخته شه. یه روز آدم ها تصمیم میگیرن برن کره ماه، دارن به کره ماه نزدیک میشن، ماه ها همینجوری بهشون میخنده. وقتی که روی کره ماه میشینن یه پریای خوشگلی با این دامن های باله میان دورشون میرقصن. این پری ها انگار از تو دریا اومدن، بعضی هاشون سیرن هن، بعضی هاشون پری های زمینی هن، و یه تصوری از خوشی و لذت بهتون میده که اصلا بی سابقه است تو سینما. هم تا اون موقع بی سابقه بود، هم از اون موقع تالا کسی نتونسته یه همچین تصوری از بهشت بده. یک دنیای شاد، شنگول، شهوانی، اروتیک، پیچیده، بیمعنیه، در این حال هزار میلیون معنی داره. این دوتا هنرهای نیچه ای هن. یکی هنر عقلی، پیامدار، یکی هنر خلخلی. هنری که من خودم دوست دارم خب دومیست، درچه همه حرفان به طرف این میره که اون هنر رو تشویق کنن. هنری که اخی میبینی لذت ببری و بتونی وقتی برای دیگری تعریفش میکنی در اون لذت بسازی. من بتونم برم به یکی بگم یه چیزی دیدم اینقدر زیبا بود، این فیلم اینجوری بود که اون مشتاق شه همون لحظه بره سینما فیلمو ببینه. هنر اولی هنریه که در اون مثلا زنانی هستن که ستم میبینن، زندان هایی هست که فلان میشه. این هنر من نیست، زیاد هنر مورد علاقه هم نیست. گاهی اوقات این دوتا با هم مخلوط میشن، یعنی هنرمند بدونه که بخواد آپولونی دیونیزیوسی کار میکنه. نیچه هم اینو میگه، نمیشه گفت اینا حتما از هم به طور مطلق سوا. من در دیدن فیلم های تارکوفسکی هم یه فیلم های حرفای عمیقی هست میکنم هست که میزنتن. اون حرفا مربوط میشه به فرهنگ کهن روس، مربوط میشه به مذهب ارتدوکس، مربوط میشه به معنویت گم شده در جهان، مربوط میشه به جایی که ما از اونجا انحراف راه افتاد، مربوط میشه به دنیای مدرن بی در و پیکری که منطق نداره و غیره، که اینا برای من جذاب نیست. راجعش می نویسم، میگم که تارکوفسکی تو آثارش اینا هست، ولی اینا برای من جذابیت هنری اینا نیست. جذابیت هنری ماورای همه اینا بدون این معنی ها یک پسرکی است که یک سطلی دستشه که بره یه درخت خشکی رو آب بده. خریت پشتش که اگه این درخت آب بده یه روزی برگ خواهد داد. اینا ارزانی کسانی که فکر عرفانی دارن اگر تارکوفسکی داشت. زیبایی ساختن این، جوری که این بچه اینو می‌بره، جوری که اینو می‌ریزه، جوری که به من نشون میده که این بچه ایمان داره. از من نمیخواد ایمان داشته باشم. میگه این داره. میگه این فکر رو میکنه. و اینی که این فکر رو میکنه این زیر دراز میکشه و جوری که این دوربین از این میره بالا و جوری که این همه شادی ها و زیبایی های زمینی از پشت اون درخت و اون دریا چه معلوم میشه، اون بخش دیونیزوسی هنره، اون بزرگه. اون تارکوفسکی با حرفای عمیقه گندش رو وصل میکنه به تارانتینو. اون هنر رو وصل میکنه به هنری که هیچ حرفی نداره بهت بزنه، وصل میکنه به کیل بیل، وصل میکنه به دد پروف، وصل میکنه به لذت، وصل میکنه به کیف کردن از هنر، چیزی که آدم ها همه فراموش کردن. و چون در جهانی زندگی میکنیم که آقای کردان توش زندگی میکنه و خیلی دیگه، و چون جهانیش که همه علیه غرایز دینوسیسی ماست، چون جهانیه که نمیخواد ما خوشبخت باشیم، چون جهانیه که نمیذاره آزادیمون رو تجربه کنیم، فقط یه جا این کارو میتونیم بکنیم، در هنر. توی سالن‌های تاریک اینو انجام میشه، توی سینما، توی لحظه‌های تو خونمون وقتی DVD روشنه، توی لحظه‌های توی نمایشگاه نقاشی یا توی تئاتر یا توی خوندن یه شعر. در نتیجه هنر تبدیل میشه به یک نجات بخشی که همه مصائب زندگی ما رو جواب میده و علت حیات ما میشه. برای همین نیچه معتقد بود چون چنین دستبندی میکرد، چون چنین دستبندی خوشگلی میکرد و اینجور قشنگ میتونست به من حالی کنه بدون اینکه بخواد شعار بده که هنر چیست، اینو به ما میگه. هنر توانایی بیان یه چیزایی رو داره که هیچ ابزار دیگه بشری نداره. ما با زبان نمیتونیم اونا رو بیان کنیم، طبعا با هیچ رساله علمی نمیتونیم بیان کنیم، با هیچ رساله فلسفی نمیتونیم، با
هیچ کتاب مقدس نمیتونیم، با هیچ رهبر نمیتونیم، با هیچ حاکم نمیتونیم، هیچ جا این خوشبختی رو برای ما ترسیم نمیکنن که هنر میکنن، هیچ جا این آزادی رو به ما نمیدن که هنر میده. هنر به ما یه عالم معنی میده، میگه انتخاب کن، یکیشو بگیر و برو، مال تو. این منم که مال تو هم در واقع، این یه جسم مال من، این یه روح مال من، این یه واقعیت مال من، منی که دیگه اصلا تو دنیای واقعی دیگه من نیستم. ما یکی از آدمهایی هستم که احمدی نژاد میفرسته به جنگ آمریکا، اما تو عالم هنر این نیست. تو عالم هنر شما یه منی، یه چیزی مال توه، با تو گفتگو میکنه، تو معنیش میکنی، تو میسازیش برای اولین بار تو زندگی، و تو از اون یه معنیهایی برای زندگی و جایگاه خودت تو هستی میگی. اینه که هنر میشه همه اون امر مقدسی که از بین رفته برای آدم امروزی. درسته، نه فقط مرگ هنر هگل پرته، بلکه هنر اون فونکسیونی که هگل فکر میکرد از دست داده رو به شیوه نیچه دور میزنه و وارد زندگی آدمای مدرن میکنه. برای همین هم ازش گریزی نداری، برای همین همیشه خودشو تحمیل میکنه، همیشه هست، هر وقت میبندیش از یه راه دیگه میاد. این هنر رو درشو میبندی، یه هنر دیگه میاد، یه شکل دیگه میاد. همه ی فشارها رو میذاری که هنر موسیقی رو محدود کنی، شاستاکوویچ از دل استالین میاد بیرون. اعتقاد داری که اصلا در شکل آرمانی سینما نباید وجود داشته باشد، آدم ها شعر میگن، شعرهایی میگن که آزادی خودشون رو چنان تجربه میکنن که وزیر ارشاد چارچاق میگن. میشه قلمروی آزادی انسان به قول نیچه، به بیان صرف نیچه. خب این اون نکته اصلی است که من تو این دسته‌بندی تاریخی بهش تکیه دارم. هیچ کدوم این فیلسوفا جز نیچه اینو نگفته بودن که هنر به آزادی بشر چه ربطی داره. حتی مارکس که یه تصوری از آزادی بشر در کمونیسم داشت، اینو با هنر ربط نداد. اثر هنری ابزاری بود که طبقه آگاه بشود که برود مبارزات سیاسی اجتماعی کند، یک بهشتی رو بسازد. فقط نیچه بود که تونست آخر قرن 19 این معنی رو از تو تاریخ بکشد، که تاریخ یک حرکت به طرف آزادی، و این حرکت به طرف آزادی رو بیاره تو هنر و اثر هنری رو بذاره جلوی ما به عنوان تنها علت وجودی ما. ما همه چی رو از دست میدیم، آدم هایی که دوست داریم میمیرن، عقایدی که داریم یه میلیون دفعه عوض میشه، زندگیمون شیوهش عوض میشه، کشورمون عوض میشه، علایقمون عوض میشه، نحوه نگاهمون به دنیا عوض میشه، اما دلبستگیمون به آثار هنری میمونه. از بچگی قصه میشنیدیم، مادرها قصه میگفتن برامون، تا الان قصه میخونیم، تئاتر میریم، برای هم تئاتر اجرا میکنیم، نمایش میدیم دائما برای هم، سینما میریم، از هم دیگه عکس میگیریم، حالا دیگه به کمک موبایل و غیره. بنابراین شاید این نکته آخر اصلی ترین نتیجه باشه که از این بحث میشه گرفت، که ببینید اگر ما مثل برق میگفتیم بله اثر هنری یک پدیده تاریخی است و اینکه محصول زمان و مکان است، هیچ کدوم از این اندیشه‌های فلسفی رو دورش نکاسته بودیم، بهش نیندیشیده بودیم. بنابراین بهترین راه این است که وقتی با یک سوالی روبرو میشیم، به جای اینکه جواب فوری بدیم، درباره افقی که اون سوال باز میکنه بیاندیشیم، یعنی ببینیم اون سوال ما رو به کجاها میبره و چه جوابهایی رو میتونیم بهش بدیم، که اونا چه سوالایی رو برمی‌انگیزه که دقیقاً فلسفه، یعنی کار فلسفی اینه، فلسفه جز این نیست، فقط این کارو میکنه. اینه که اون اثبات حرف روز اول هم خواهد بود که هنر و فلسفه و همدیگه یه گره اونتولوژیک دارن، یه جایی به هم گره خوردن که دیگه نمیشه از هم جداشون کرد. این دوتا دیسکور، دوتا دیسکوری هن که با همدیگه به آزادی بشر مرتبطن. حالا اگه یادم نره جلسه دیگه که باید درباره هنر و شرایط اجتماعی سیاسی بحث بکنیم، چون یه مقداری از بحثاش هم امروز شده، این نوشتن درباره تاریخ هنر رو تو قسمت اول می‌ذاریم. در مورد سوال جواب هم قصه نخورید، بالاخره این جلسات تموم میشه و ما 3-4 جلسه اضافه می‌ذاریم که شما بتونید سوالاتونو بکنید و بحثاتونو بکنید و انتقاداتونو. خیلی ممنونم، تا هفته دیگه ساعت 3.